سلام درود هواداران ورزش رقم یک دنیا، میدان تیجی باز در علاقه است و تاپ خبرهای فوتبالی را پیشکش شما میکند. کریستیانو رونالدو اویدی انجام کارنامه‌اش در منتخب پرتغالیا گپ زد. انا مسی و رونالدو را باشد در رویخط بهترین حملگران کنوری دنیا تنها در مقام‌های پنجم و ششم جای دادند. با این و دیگر معلومات جالب از عالم فوتبال در برنامه امروزه شما را آشنا میکنیم. لایک ماندن و آبونه شدن به کانال را فراموش نکنید. ما باشیم آغاز میکنیم. ولی پیش از سر کردن میخواهم دانش فوتبالی شما را بسنجم. در کامنتری نویسید که در کدام از این دستو ابراهیموویچ بازی نکرده است. یکی از قهرمانهای روزهای نهایی روزنه ترانسفری حملگر ناپلی ویکتور اسیمخن بود، اما نام او نه با سبب گزارش بلکه از سبب ناکام شدن ترانسفرش معروف شد. بازینگر به چلسی خیلی نزدیک بود اما ترانسفر عملی نگردید. در ناپلی باوری داشتند که از این گزارش روی گریز نیست و او را از رویخط بازینگران موسم در سری آ خارج کرده رقم 9ش را به رامیلو لوکاکو دادند. اکنون نزد بازینگر دو انتخاب بود: یا به لیگ گذرد که روزنه ترانسفر هنوز کشوده است، یا تا یانور در آلودگی مشق کند و بعدن به یگان گرند اروپایی گذرد. به نظر می رسید که اکنون گزارش به عربستان سعودی انیق رخ می دهد. همه سخنان اگنت خویچا کاراتسخلیا ماموکا جوگلی را به یاد آوردند. او هنوز ماه یانور می گفت که اسیمخن تابستان به عربستان سعودی می رود، اما ویکتور آن وقت به این سخنان جوگلی واکنش دغل نشان داد و آنها را در شبکه اجتماعی خود رد نمود. معلوم است که این حادثه به اسیمخن تاثیر رساند و برای اون که خودش دیدی سخنان خود نبروید و شرمنده نشود، در آخر رو از پیشنهاد شیخهای سعودی دست کشید. اکنون حملگر به کلوب ترکی گالاتاسرای میگذرد. در این باره ژورنالیست فابریتسو رومانو خبر داد. این اجاره یک ساله به حقوق خرید میباشد. کلوب ترکی اول این مساله رو با ناپلی موافقه کرد و بعدن خود ویکتور هم به گزارش راضی شد. گالاتاسرای به اسیمخن 19 میلیون یورو همچون معاش تا آخر موسم پرداخت میکند. قابل قید است که چلسی نیز به ویکتور اجاره را پیشنهاد کرده بود، ولی با حقوق خرید. آن وقت اسیمخن و اگنت او به طور روشن اصرار داشتند که اجاره را بررسی نمیکنند و تنها گزارش کامل را طلب دارند. در نتیجه گزارش به چلسی عملی نشد و حالا به طور مجبوری ویکتور به گالاتاسرای میرود. اما اکنون او با گالاتاسرای در لیگ اروپا بازی خواهد کرد، نه اینکه در لیگ کنفرانسیا با چلسی. دوستان، فوتبال باشگاهی دو هفته به استراحت میرود و نوبت را با بازی های بین المللی میدید. تماشا آن را همراه با یک ایکس میتوانید باسم جالب تر کنید. در روید رگیستراتسیا کنید و با استفاده پرامکود میدان در اولین حساب پر کنید تا 8000 سومونی بونوس به دست آورید. معلومات ضروری در کامنتاریا. با همه موفقیت. پورتال بریتانیایی گیو می سپورت ریتینگ بهترین حملگران کنوری را در تاریخ نشر کرد که باعث بحث و بررسی های زیادی مخلصان فوتبال گردید. در موقع اول این ریتینگ فوتبال بازی افسانه‌ای برزیلیایی گرینچا که در دوام فعالیت خود دو مرتبه چمپیون جهان شده است جای گرفته است. جای دوم را جورج بست و جای سوم را یکی از رمزهای فوتبال جهانی رونالدینیو اشغال نمودند. جالب آن است که ستاره‌های معاصر لیونل مسی و کریستیانو رونالدو تنها در موقع‌های ششم و هفتم قرار دارند که برای بسیاری ها غیر انتظار بود. در این ریتینگ اینچنین بازینگران با مثل نیمار در جای چهارم، سلنی متیو در جای پنجم، محمد سلاو در جای هشتم و گارت بیل در جای نهم شامل شدند. با در نظر داشت نتیجه های افسانوی لیونل مسی و کریستیانو رونالدو، جایگیر شوی آنها در جای ششم و هفتم در ریتینگ بهترین وینگر ها سوال ها را به میان می آورد. این دو بازینگر سال ها در فوتبال جهانی حکمرانی میکردند و رکورد زیادی گلزنی گذاشتند که این یکی از وظیفه‌های اساسی هر یک حملگری کناری میباشد. با قابلیت بنظری آنها برای انجام دادن حمله ها و گل زدن قریب در هر بازی، بسیاری ها باور دارند که ماز مسی و رونالدو باید جایهای اول رویخط بهترین حملگران کناری را در تاریخ اشغال کنند. فوتبال دستوی در استراحت است و حالا نوبت به منتخبها داده می شود. در امریکای جنوبی بازی های انتخابی جام جهان دایر می گردند. در اروپا باشد در رقابت های لیگ ملت های اویفا. این موسم چهارم مسابقه زرین می باشد. قبلا سال 2019 پرتغالیا، سال 2021 ایتالیا و سال 2023 اسپانیا
در آن قهرمان گشتند. در موسم چهارم منتخب پرتغالیا نزد خود هدف گذاشته است که مرتبه دوم در لیگ ملت‌ها پیروز گردد. اویدین هدف کریستیانو رونالدو گپ زد. پس از ناکامی در یورو اکنون هدف ما غالبیت در لیگ ملت‌ها شده است. بعضی او نوشتند که گویا من بعد از یورو نیت داشتم منتخب را ترک کنم، ولی همه این تنها آوازهای بر دروغ نشیه میباشد. من حتی فکر آن را نکردم که کارنامه‌ام را در منتخب جنباز کنم. برعکس، موفق نشدنی ما در یورو موتیواسیون مرا برای مسابقات نوبتی بیشتر کرد. در حال حاضر غالب لیگ ملت‌ها شدن موتیواسیون بزرگ من است. این مسابقه نوبتی ما میباشد و ما میخواهیم با آن آمادگی جدی ببینیم، گفت کریستیانو. همچنین رونالدو قید نمود که او از نسل گذشته فوتبال پرتغالی است، از این خاطر آماده است در کرسی احتیاطی شیند اگر سرمربی چنین قرار برآورد. ولی به هر حال رونالدو به قوه نیروی خود باور دارد و در حال حاضر خود را فوتبال بازی حیات اساسی میشمارده است. رونالدو میگوید که او دلخواه قرار سرمربی را احترام خواهد کرد. نسبت این سخنهای کریستیانو بسیاری ها شبهه دارند، زیرا وقتی در منچستر یونایتد تن هاگ رونالدو را در کرسی احتیاطی شنانده بود، حملگر با جنگ و جنجال از دست رفت. الان نتیجه چنین کاری فرناندو سانتوش باشد، برکنار شدنش از منتخب پرتغالیا شد. خلاص، رونالدو تو اندازه در پرتغالیا مقامی بلند دارد که میتواند سرمربی را عوض کند. با همین تمام دوستان، با شما بود کانال میدان تیجی و من بهروز ارتیکف. خیر تا برنامه دیگر. موفق و پیروز باشید.